بودجه دولت آخوند رئیسی جلاد از دو هفته پیش در مجلس رژیم تصویب شد. از اون موقع روزی نیست که رسانه‌های حکومتی و باندهای درون رژیم در مجلس از کسری و نقایص اون صحبت نکنند. رئیسی روز 11 بهمن بار دیگه از بودجه خودش دفاع کرد و مدعی شد که بودجه سال 1402 دولتش کسری بودجه نداره. اما این موضوع به تنش در درون حاکمیت اضافه کرده. روز 20 بهمن بستامی عضو مجلس رژیم گفت گزارش هایی که دولت می آورد دهان پر کن و بی نتیجه است. ما میخوایم به این موضوع بپردازیم که این بودجه خلاصه چه سمت و سویی داره و رئیسی چطور میخواد از کسری بزرگ بودجه در سال بعد خارج بشه. همراه میشیم با آقای سیامک شجاعی، پروفسور سیامک شجاعی، تا به این سوالات و این موضوعات بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای شجاعی، خیلی خوش اومدین به برنامه ما و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگو. بخواستم توضیح بدین شما به همون که فارغ از ادعاهای رئیسی یا باندهای درون حاکمیت، از نظر شما روح بودجه‌ای که رئیسی ارائه کرده برای سال 1402 چی هست و خلاصه چه سمت و سویی داره؟ با سلام متقابل خدمت جناب عالی و هممیهنان رزمندمون در درون کشور و عرض به اصطلاح تأسف از اینکه 43 سال پیش بزرگترین ضد انقلاب در کشور موفق شد که انقلاب مردم ایران رو سرکوب کنه و به بیراهه بکشونه. در مورد بودجه رئیسی این جلاد باید گفت که این بودجه در مورد درآمدهاش فرضیات بسیار زیادی رو مطرح کرده و بر اساس فرضیات زیادی تنظیم شده، اما در مورد هزینه هاش در حقیقت تعهدی است که رئیسی و این کسانی که در مجلس آخوندها نشستند میخواهند که در مقابل همه این سازمان ها و نهادهای مختلفی که از این سفره میخواهند بخورند متقبل شدند و در نتیجه با توجه به اینکه فرضیات این بودجه قابل قبول نیست و فرضیاتی است که بلند پروازانه، این کسری بودجه به هر حال ادامه خواهد داشت. اما در مورد روح این بودجه، روحیه بودجه این است که همه نهادهای سرکوبگر و تبلیغاتی رژیم در طی 2 سال گذشته، یعنی نه فقط سال 1402 بلکه در مقایسه با سال 1400 قبل از اینکه رئیسی جلاد رو منصوب بکنند، تقریبا 2 برابر شده، به این شکل که همه این نهادها با توجه به تورم 60% و 50% هر سال تقاضا میدن که بودجه سال بعدشون 50% یا 60% افزایش پیدا بکنه و رئیسی هم کاملا این رو منظور کرده و من در ادامه برنامه میتونم خدمتون چند تا از رقمهای درشتش رو خدمتون عرض کنم. بله. برای اینکه اشتباهی در این رقمها به وجود نیاد من با اجازه از روی یادداشتی که در اختیارمه به عرضتون میرسونم. به طور نمونه بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران در سال 1400، من نکرم عرض کنم خدمت همیهنان که انقدر صفر در مقابل این بودجه ها زیاده، همشون به 1000 میلیارد تومان مطرح هستن، یعنی همون چه که به طور اختصار میگن همت. اون آقای شش کلاسی یه روز میگفت همت یا همت یا حومت، ولی ه میمته یعنی 1000 میلیارد تومان. من برای اینکه اطلاف وقت نشه اون 1000 میلیارد تومنش رو دیگه در همه ارقام اشاره نمی کنم. بودجه ستاد مشترک پاسداران سال 1400 51 بوده، یعنی 51000 میلیارد تومان، در سال 1401 به 80 رسیده و در سال 1402 119000 میلیارد تومان، یعنی یک افزایش 133% نسبت به 2 سال گذشته و یک افزایش 49% به نسبت سال 1401. یک سازمان سرکوبگر مفتخور که مولد هیچ چیزی در مملکت ما نیست به نام سازمان بسیج سال 1400 900 میلیارد دلار بودجه داشته، سال گذشته 1401
2500 میلیارد تومان و در سال 1402 2800 میلیارد تومان. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، یعنی آخوندهای مفتخور، ظالم، جاسوس، حقباز، کلاش که در همه جا دخته دارن، از جمله در این سپاه سرکوبگرشون، 1400 140 میلیارد تومان بودجش بوده، 1401 3150 میلیارد و در سال 1402 بودجه جدید رئیسی 3800 میلیارد تومان. ستاد مشترک سپاه پاسداران یعنی استانی، فقط اینها سپاهی هستند که میرن مثلا در زاهدان امروز مردم رو سرکوب کنن، یا در سنندج و یا سایر استانهای ایران در خوزستان و غیره. از 20 به اصطلاح 0.2 هزار میلیارد، یعنی از 20 هزار میلیارد به 1.1 همت و امسال به 1.3 همت، یعنی 1300 به 1300 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. در کنار این بسیج، تازه یه بسیج سازندگی هم دارن که بودجه اون رو هم نسبت به سال قبل تقریبا 5 برابر یا 6 برابر کردن. ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح هم از 1.8 در 1400 به 4.1 و امسال 5.1 رسیده، یعنی 5300 میلیارد تومان، از 4300 پارسال به 5300. همینطور ادامه داره، از این ارقام بسیار زیاده. مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 2.3 به 3.6 و بعد 6.4، یعنی 6400 میلیارد تومان بودجه‌اش افزایش پیدا کرده. نهاد نمایندگی خامنه‌ای جنایتکار در دانشگاه‌ها، باز آخوندهای مفتخوری که به جاسوسی علیه دانشجویان و سرکوب دانشجویان مملکت ما مشغول هستند، بودجه اونها هم از 7 یا 8 میلیارد تومان به 130 میلیارد تومان و بعد امسال از 130 به 161 میلیارد تومان. از این ارقام بسیار زیاده. من خلاصه عرض کنم که روح این بودجه این است که با توجه به چاپ اسکناس و افزایش تورم، همه نهادهای سرکوبگر رو بودجه هاشون رو نسبت به 2 سال قبل 2 برابر و نسبت به سال قبل تقریبا 50%، در مواردی بیشتر از حتی 50%، 60% و 70% افزایش دادن، در شرایطی است که مالیات بخش خصوصی رو هم آمدن و 10% گویا افزایش دادن، که صدای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به اصطلاح رژیم هم در آمده و شکوه میکنه. بودجه سرکوب، بودجه چپاول و غارت منابع ملی ایران و البته روحیه واگذاری اموالی که در کنترل و در مصادره دولت غیرقانونی است، واگذاری آنها با قیمتهای بسیار نازل که احتمالاً پولش رو هم از بانک ها قرض میگیرن تا اینها رو بخرن، به افراد معلوم الحال وابسته به رژیم و یا نهادهایی که تحت سرپرستی ولی فقیه این صغیران و سفیهان هستند. بله، خب شما پس اینطوری که روح این بودجه 1402 رژیم یا رئیسی رو در واقع توضیح دادیم، میگین که تقویت و افزایش بودجه ارگانهای سرکوب، نهادهای حکومتی، افراد وابسته به حکومت، این در حالی هست که خیلی خوب سر این کسریش جار و جنجال شد در درون خود رژیم. من یک نمونهش رو خوندم که اون عضو مجلس گفته بود گزارش هایی که دولت میاره دهان پر کنه ولی بی نتیجه است، و خلاصه حرف و حدیث زیاد سر کسری بزرگ بودجه مربوط به سال 1402 که رئیسی آورده و تصویبم حالا شده. به نظر شما چطوری میخواد رئیسی از این کسری عظیم خارج بشه؟ چه طرح برنامه‌ای داره؟ چه فکری کردن روش؟ ببینید، گفتن اوراق قرضه میخوایم چاپ بکنیم که باز در متن بودجه بسیار واضحه، مقدار اوراق قرضه ای که زورشون میرسه به فروش برسونن تقریبا معادل اوراق قرضه ای است که سررسیدشون در حقیقت فرا میرسه و هرچی قرض میکنن باید بابت بدهی که از قبل داشتن پرداخت کنن. یعنی این پول از این دست به اون دست میشه و هیچ
کمکی به کسری بودجه نمیکنه. در مورد مالیات ها خوشبین هستن که چیزی حدود 50%، 54% به طور کلی مالیات ها رو افزایش بدن، که باز هم من تصور نمی کنم که با توجه به رکود اقتصادی که در مملکت هست چنین توانی رو داشته باشن. و بعد در مورد درآمدهای ناشی از فروش نفت و بقیه فرآورده ها مثل گاز و غیره، گفتند که روزی 1,400,000 بشکه می خواهیم نفت صادر کنیم، هر دلار هر بشکه رو هم 85 دلار در نظر گرفتن. نرخ تبدیل دلار رو هم اینجا و اونجا زمزمه کردن که 23,000 تومان خواهد بود، در حالی که الان دلار در بازار آزاد بالای 44,000 تومانه. من شکی ندارم که در نهایت مثل همه سنوات گذشته، مثل سال گذشته که اینها شاید 300-400,000 میلیارد فقط کسری بودجه همین امسالشونه، باید دستشون رو به بانک مرکزی دراز بکنن، و اگر هم که مستقیما از بانک مرکزی یا بانک ها وام نگیرن، پول نگیرن، یعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه از طریق الکترونیکی نکنند، مجبور میشن که در مورد بودجه های نفت و گاز اون نرخ دلار رو کم کم به بازار به اصطلاح آزاد نزدیک کنند و بگوین نخیر، اون 23,000 تومان واقع بینانه نبود، حداقل 28,200 تومان و یا حتی بالاتر از اون، و بگویند که 40,000 تومان حساب کنیم، که باز نتیجه اون همین است که هر دلاری هم که بتوانند به بانک مرکزی تحویل بدن، اگر چیزی تحویل داده بشه، باید برای بابت هر بشکه 85 دلار ضرب داره 40,000 تومان میکنن به جای 23,000 تومان. چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تورم سرسام‌آور بالای 60-70% در سال آینده مالی. بله، خب این در حالیه که شما در رابطه با چاپ پول صحبت میکنین، خود رئیسی مدعی هست که چنین کاری نمیکنن. به نظر شما چه چشم‌اندازی وجود داره در این رابطه؟ رئیسی که اصلا نمیدونه آمار چیست، ارقام چیه. همین الان اینها در طی ماه حدود 120,000 میلیارد فقط دارن اسکناس چاپ میکنن برای کسری امسالشون، و دروغ میگه ما به بانک مرکزی مراجعه نکردیم. همین امسال رو هم میره از بانک ها پول و قرض میگیره، بانک هایی که خودشون ورشکسته هستن، اون وقت از اون سو بانک ها دستشون رو به سوی بانک مرکزی دراز میکنن. رئیسی دروغ میگه. البته یک امیدشون این بوده که بعضی از این بنگاه ها و نهادهایی که دست خامنه ای هست به اونها کمک مالی بکنه، و خامنه ای هم شرط تعیین کرده و گفته که باید اموال دولتی رو اینها رو به هر قیمتی که این هیئتی که خودش تعیین کرده و ماورای حتی این قوانین مسخره رژیم غیرقانونی آخوندی هست رو هم بهشون گفته که میتوانی تصمیم بگیری، قیمت گذاری بکنید، و باید اونها رو مثلا به کمیته اجرای فرمان خمینی دجال تحویل بدید، تا در مقابل اون به جای اینکه این نهادها به دولت مالیات بدن، ما بیاییم و پولی در اختیارتون بگذاریم. از هر طرف که بزنید چاپ اسکناس، و از سوی دیگر غارت مردم ایران با فروش اموالی که متعلق به همه ملت ایرانه به وابستگان رژیم و نهادهای وابسته به رژیم جنایتکار. بله، خب حالا فکر می‌کنین که طرحی که رئیسی به هر حال مدعیه که داره برای حل مشکلات اقتصادی، چون به هر حال روی موضوعات مشخصی انگشت می‌گذاره، اینها میتونه رژیم رو از این بحران اقتصادی به تبع اون، یعنی سرریز میشه بحران اقتصادی تو بحران اجتماعی مرتبط هستن با هم، خلاصه از این وضعیت نجاتش بده، یا برای یک دوره کوتاهی دست کم از این بحران خلاصش کنه به صورت تاکتیکی هم که شده؟ نظرتون در این رابطه چیه؟ من تصورم، ببینید، رئیسی از این وعده و وعیدها زیاد داده. مثلا میگم من سالی 1,000,000 خانه میسازم و 1,000,000 شغل ایجاد میکنم، در حالی که در بهترین شرایطی که خودشون با حیله و نیرنگ آمار قلابی دادن، گفتن که مثلا سال گذشته حدود 600,000 شغل ایجاد شده، که بنده بعید میدونم. این باز هم تصور میکنه که شاید بتوانن باز با خارجی ها به شکلی زد و بند بکنند، و هنوز امیدوار هستند که شاید امریکا با اونها به توافق برسه بر سر مسئله اتمی و اینکه دنبال سلاح اتمی هستند، و بتواند یه مقادیر زیادی از ارز خارجی که در خارج از کشور هست و نمرتبه نصیب خودش بکنه، و یا اینکه با توجه به بحران انرژی که مثلا در جهان تصور میکنن وجود داره، امریکایی ها از
تحریم ها چشم پوشی بکنن و چین هم به مراتب از قبل، بیشتر از قبل از اینها نفت و گاز و سایر مواد پتروشیمی و غیره رو خریداری بکنه. یعنی امیدش بیشتر به این است که تحریم ها رو تا اونجایی که میشه بی اثر بکنن یا دور بزنن که با توجه به جو سیاسی و این انقلاب مردم ایران، من تصور میکنم که یک آرزوی محال و یک به اصطلاح خواب و خیالی بیش نیست. تشکر میکنم از شما آقای شجاعی بابت حضورتون در این گفتگو با سیمای آزادی و توضیحاتی که در رابطه با بودجه سال 1402 ارائه شده توسط رئیسی جلاد دادین. خیلی ممنونم از خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما.